من خودم از صد تا پلنگ پلنگ ترم. فقط گفتی 5 دقیقه 200 سکه. 5 دقیقه 200 سکه. هستی؟ هستم. حالت چطوره بچه؟ تو کی هستی؟ من آشنا، گفتم که به جوونی دیرم. پاشو دستور دو من بروی هوا بخور. خیلی عذر میخوام، ببخشین من دیدم اصلا این پیمانکارم کشتین رفت. خب فردا کارو میدم به یه پیمانکار دیگه، تموم میکنه میره. اگر حق عبور و مرور نباشد ما همه بدبخت و برشکسته میشویم. البته من یه تحقیقی کردم و متوجه شدم شما صاحب یک شانس خیلی بزرگی. و اون چیه؟ جاده ترانزیتی. یعنی شما میتونین بابت تردد از توی این جاده از اونا پول بگیرین، اما به قاعده. ایشان را استخدام کنید، سطح را هموار میکند، سنگریزه ها را برمیدارد، بعد هم شما میتوانید برای تعمیر و نگهداری جاده پول بگیرید. پس استخدامش میکنید؟ گاوشم این همه گول نمیخورد تا الان سقط شده بود. تو دیگه کی هستی؟ مراد مراد بگ. به من چه رفتی داری؟ چرا از من میپرسی؟ توی بیابونم نمیذاری آسایش داشته باشی؟ خاک بر سر من. یه بلایی سر این یارو آوردین، دومشو گذاشته رو کولش در رفته. تا ظهر فردا فرصت داری. برای هر یک ساعت تأخیر یکی از انگشتان دست اشناس را قطع خواهم کرد. دستی گر دارید. اومدی امو؟ الوعد وفا. من یه تزی دارم مخصوص خودمه. وقتی جاده جدید نباشه مجبورن از جاده قدیم ترندو دارن. جاده ترانزیتی تونم برگشت سر جای خودش. نازگل بانو چی داری میگی؟ چی شده؟ نازگل بانو چی؟ نازگل بانو رو دزدیدن. خوش بر سر این امو. خوش بر سر این امو. هرچه زودتر برادرزادت رو از بین ببریم، وگرنه اون کم کم به جانشینی هفت قبیله نزدیک خواهد شد. سم دیگری بده تا هماهنگ کنم این بار در قضای خودش بریزن. نه آن نقشه به درد نمیخورد. نقشه دیگری داری؟ آیا؟ نه نقشه به دری دارم. آرام بگیر دیگر جانم. این دندان پوسیدت آنچنان مثل درختی کهنسال در اعماق وجودت ریشه دوانده که میترسم ریشهش در کلیت باشد. حکیم یادت نرود ها، دندان و تمام متعلقاتش مال من است. بگذار بکرمش بانو. چشم روبان میپیچم قدیم میکنم. تو هم اگر 2 سکه بیشتر بودادی دندان اطرافی حس میکردن کمتر درد میکشید. نه من حاضرم درد بکشم ولی پول مفت به کسی ندهم. چمین هست؟ پس ببین حالا چه میکنم. جناب حکیم چه شده است؟ چه شده؟ کی گفت تو بیایی تو؟ اگر نمیبینه دارم عمل میکنم، برو بیرون. آخر اتفاق وحشتناکی افتاده. من تا این دندان پوسیده بقیه را نکشم به حرف هیچ کس گوش نمی کنم. برو. چه می کنی؟ کشتی؟ اینک می توانم حرف بزنم؟ آره حرف بزن. نازگل گم شده است. احیانا از او خبری ندارید؟ شما برای انجام امور پزشکی اینجا نیاوردیدش؟ نه، آخرین باری که در قبیله ریزگردها دیدمش دیگر هیچ خبری از اون ندارم. وای، نازگل گم شده. چه خبر هیجان انگیز و دست اولی. من رفتم. کجا بانو؟ مگر نمیبینی شوید بیهوش شده؟ بیهوش شده که شده، خودش به هوش می آید. خبر دست اول است. باید بروم به بقیه بانوان بلاد بگویم. با اجازه. آخران دختر بیچاره با وضعی که داشت کجا می تواند رفته باشد؟ نکند کنه رو بودن. باید برویم به عطار خبر بدهیم. برویم.
بانو. خیلی خوش آمدید جناب کومین، بفرمایید. سرای خودتان هست، بفرمایید، راحت باشید. جناب کومین، بفرمایید. حیف نیست صنعتگر کهنشهری چون شما کارگاه پارچه بافیش را تعطیل نموده در بی بخارا صنعت کنند؟ پارچه های تولید ماچین جناب عطار، کمر من در این بلاد را شکاند. هرچه تولید میکردم دو برابرش جنس در بازار ریخته میشد. این بود که گفتم بروم بلادی که در آن کالای قاچاق وجود نداشته باشد. شما هم بودید همین کار را میکردیم. آره. آرام باش، آرام باش. قول میدهم همه را کیسه کنم، موقع رفتن به شما بدهم، همراهتان ببرید. آرام. مرا ببخشید. در مورد بدبختی هایم که میگویم استرس مرا میگیرد. استرس هم که مرا میگیرد دهانم باید به جمع. بعد از رفتن جناب گنداگ از میان اسناد مدارکش دریافتیم که تمام قاچاق‌ها را او انجام میداده. من به شما قول میدهم که مراقبیم دیگر جنس قاچاق وارد کهنشهر نشود. بیایید و دوباره اون کارگاه پارچه بافی را فعال نمایید. جناب عطار، بی جهت مرا هوایی نکنید. بازگشت و جابجایی من به کهنشهر مستلزم هزینه بسیار بالایی است. اگر به گفته تان اطمینان دارید بیایم، و الا من در بی بخارا راحت ترم. همانجا نشستم و نان و ماستم را میخورم. خیالتان راحت باشد، خیالتان راحت باشد. به من اعتماد کنید، این بار مثل دفعه قبل نخواهد شد. آره باشد، حرفهای شما برای من سند معتبر است. دل به دریا زده می آیم. سپاسگزارم، سپاسگزارم. بفرمایید. صدای چیست؟ ای وای، نمی گذارن آرامش داشته باشید. دعوه شده. تو چه گفتی؟ دلم گفت که من من برم هم داخل چه کنم؟ دوباره بگو. عطار، اینجا آویزانت کنم. عطار بشناس چه میگونی؟ چی گفتم؟ منطق جان، رهایش کن. اشناس آشناس، قوای خودیز از خودمان است. ننه جان دارد به من میگوید برو جناب عطار را صدا بزن، کارش دارم. آخه مردک بگن من پادوی این خانم. غلط کردم، غلط کردم. و واسه خودم صداش میکنم. جناب عطار به دادم برس. جناب عطار کی به دادن نخواهد رسید؟ آقا ببخشید، ببخشید، ببخشید. جناب عطار، جناب عطار. آرام باش منطق جان، او مهمان من است، مهمان این بلاد است. مهمان کش نیستیم. آرام باش. مهمان است؟ برای یک ریزگرد هیچ چیز بالاتر از احترام به یک میهمان نیست. میروم مرغی شکار کنم بهر کباب. نمیخواهد بروی؟ برای نهار لازانیا گذاشتم. آخه این کجاش منطقیه؟ نذاش حرفمو بزنم. جناب عطار، اومدم بهتون یه خبری رو بدم. چه خبری؟ بفرما. نازگل ناپدید شده. عطار چه شده؟ ناپدید یعنی چه؟ گم شده. گم شده؟ من اصلا دلم کجا میروی بانو جان؟ به خدا بگیر بنشین، تو بیماری، تو هنوز ناخوش احوالی بانو جان. به تن نداری، کجا میخوایی بروی؟ اگه من اونجا بودم این اتفاقات نمیافتاد. وای نه، اگر آنجا بودی دوباره با این حادثه تب و لرز و رشه به جانت میافتاد، زفت میکردی از حال میرفتی. آری خدا منو ور داره که این مریضی منو مسخره خاص و عام کرده. این مریضی کوفتی من انداخت گوشه خونه که از بچهای برادرم غافل شدم. میگویم فقط بانو جان، من ماندم با این بیماری تحلیل قوای جسمی که با یک ترس و تهدید به جانتان میافتد، چگونه از اشناس و نازگل این همه سال مراقبت کردین؟ چه شاید آنها از شما مراقبت کردن. آشو بده رحمت بانو جان. معتمدین کهنشهر به اتفاق اشناس راهی قبیله ریزگردها شدن. تو این مدت که امانتی های داداشم پیش ریزگردان، هزار بلا سرشون اومده. من نمیدونم این زن قبیله اونجا چه غلطی میکرده که نازگل من از جلو چشاش بردن. منو بگو،
از غریبه ها توقع دارم مسئولیت قبول کنن و فکر پاره تنم باشن. ای خدا، میگم نکنه کار خود همون زن نیم وجبی و رئیس قبیله باشه. بعیدم نیستا، کار کار خودشونه. وای زن بینوا مفت و بیسکه و مواجب از زمانی که نازگل در بستر بیماری بود بالای سرش بود. آری یک لحظه کار واجب برایش پیش آمد، از کپرش زد بیرون. آن زمان هم نازگل را رو بودن دیگر. تو از کجا میدونی؟ مگه تو اونجا بودی؟ چی شد حالا داری از ریزگردا دفاع میکنی؟ تو که تا دیروز باشون کارد و بنیر بودی. بانو جان، حیف که مهمان بلادمان هستی و بیمار و البته داغدار نازگل، وگرنه میشستمت، میچلاندم، پهنت میکردم روی دیوار. نه بابا، آری. اونی که پهن میکنن رخته. آری اصلا میدونی چیه؟ شما همه تون بی مبالات و بی عاطفه و بی خیالی. اون از زن قبیله که سالا پیش بچهش رو عقاب برد، ککش هم نگزید، اینم از پاکبانو که منطقش گم شده و انگار نه انگار. ولی من مثل شما نیستم. آخر تو عمه ای، اولاد نداری، نمیتوانی شرایط ما را که ما داریم درک کنی که چه کشیدی. ببخشید پاک بانو صوبیه جان، این دلشوره و تب نمیذاره خون به مغزم برسه، ناخواسته دلتون رو شکوندم. پاک بانو جان، اگه نازگلم برنگرده چه خاکی به سرم کنم؟ نگران نباش، پیدایش میکنم. ترس بده رحمت بانو جان. من نمیتونم، طاقت ندارم، من باید برم شه ریزگردا، نمیتونم بمونم. بانو جان، تو هنوز تب داری، نمیتوانی با این شرایط بروی، اگر بروی وبال میشوی. با تمام قوام میرم، قول میدم نذارم هیچ شوکی من رو پا بندازه، بذاری من برم. تفلک ای خدا بچه‌ام. و به این ترتیب افراد قبیله ریزگردها با هم متحد می شوند تا نازگل را پیدا کنند. عالیه، کف خونتون قالیه؟ آره؟ یا طرح قالیه؟ پارکته؟ طرح پارکت؟ ببخشید، معذرت خواهم. جولی، اگه یه چیزی بندازی کفش خیلی. آنها؟ آره، من لال می شم. یک نقطه را یادت رفت اینجا بگذاری. بگذار. خب یک ویرگول همینجا بگذاری بد نیست. اگر تو میتوانید اصلا خودت بنویس. نه بنویس. نمیدانم چرا دلشوره گرفتم، نکند بیاید پیدایمان کنند. نه امکان ندارد. مطمئن باش هیچ کس نمیتواند اینجا را پیدا کند. آره. جناب گندای، شخصی آمده با شما کار دارد، میگوید از دوستان قدیمی تان است. اوی مردک، چرا اومدی تو؟ مگه نرفتم بیرون بیست؟ به تو هیچ ربطی ندارد، اینجا همه فک و فامیلیم، آشناییم. برو سر پستر، برو ببینم، برو. تو اینجا چه میکنی؟ خوبی؟ چطور من رو پیدا کردی؟ یکی از افرادم تو را پیدا کرد. من پدایت کردم گندای، مرا که میشناسی، بو میکشم و همه را پیدا میکنم. زهر ماره یه حرف میزند، دلم برای تنگ شده بود گندای. خب از من چه میخوای چلدوز؟ آها، حقیقتش را بخوای، ما یک بار پارچه از قافله ماچین دزدیده ایم. واه، دزدیده این چیست؟ بگو پیدا کردید. مادر من، وقتی دزدیده ایم مرض دارم بگویم پیدا کرده ایم. با مادر درست صحبت کن، خجالت میکنی وقتی یک چیزی میکنی. پدر رو ببر، مادر ببر، استراحت کن. برو پدر، برو. آقا حالا هرچی، یا دزدیده ایم یا پیدا کردیم، میخواستم اینها رو ببرم در کاهشهر آبش کنم.
این با این سراغ تو آمده بعد. من دیگر در گوانشهر قدرتی ندارم. برای وارد کردن اجناس قاچاق کس دیگری رو باید پیدا کنیم. آنها که بنده در جریان هستم میدانم همه چیز را. نام رابطت را میخواهم. میخواهم بدانم وقتی بارها رو بردم در گوانشهر با که هماهنگ شوم. چه بکنم؟ کجا بروم؟ قربانت بروم. خب آن وسط چه چیزی گیر من میآید؟ یک دهان که رازت را فاش نمی کند. آری همین برایت خوب است. همین تمام. شو حواست نیومد سر داشتمون حالت بهتر نشده؟ نمیدونم کجا؟ بابام کیه؟ مادرم کیه؟ خودم کیم؟ عجب اشتباهی کردیم خوابوندیم زیر گوششا. حالا بیا جمعش کن. من که میگم همینجا ولش کنیم بریم پدر جان. نه بعدم خودش خوب میشه میره پی زندگیش. این حرفا نزن دخترم. گناه داره بور سپاهی ها که میشناسی. از اینجا بریم به عنوان برده میفروشنش. خوب نیست. پس چی کارش کنیم؟ با خودمون میبریمش. اگه حالش سر جاش اومد که خوبه، نشد کارامون انجام میده، روزی هم که مقدره، یه لقمه نون هم بهش میدیم میخوره. خوره اضافه. پاشو بریم. بیا بیا بسرم. آروم. فکرش اندکن دارم. سرباز فهمیدی که باید چه بکنی؟ آری منتظر میمانم تا تنها شود، سپس نامه رو به او میرسانم. از کجا معلوم بتواند تنها گیرش بیاورد؟ پیر بزرگ همیشه او را به خود میچسباند. بالاخره یک لحظه که او را رها میکند. اون شب تا صبح مراقب اوست. بالاخره یک مستراح بی صاحب را که تنها میرود. بمانید، رئیس بزرگ چهل دوست با شما کار دارد. چی؟ سلام بر غریبه های کانشهری، خوش دیدم هستند. این چیه؟ این دیوونه است؟ فکر کنم از این سفر. شما کی؟ چی میخوایم؟ مهم این است که شما چه میخوایید. آفرین، آفرین، دیدی چقدر قشنگ گفت. تشویقش بنمایید، تشویقش بنمایید. خفه. به نظر می آید که شما گم شده ای دارین. بله بله، خواهرم گم شده. الهی برایش بمیرم. وقتی که از دست آن گندای فریاد می زد و کمک می خواست، چه اندازه ترسیده بود و صدایش می لرزید. یعنی چی؟ گندای خواهر منو دزدیده؟ بگو ببینم کجا بردتش. شما اگر کاری رو که من میخواهم برایم انجام بدهید، آن وقت جای این خواهرت را به شما میگویم. آریا شما باید این پارچه ها را از دروازه رد کنید، چون به شما شک نمی کنند. آنها را ببرید انتهای خرابه ای که در نزدیک بازارچه است، آن وقت کارها را انجام بدهید. یک نفر میاد شما میگیرد، تمام میشود میرود. بس کن برادر، دیگر شورش را درآورده. ای بابا، باز این پیدایه شده. چه میخوای باز اینجا؟ جای دخترک را به آنها بگوی. مگذار بیشتر از این آب روی خانواده من برود. برو گمشه از اینجا حسن چخه. دیگر خونم را به جوش آورده ای. تو را خواهم کشت. بابا بذار یک دا برست. وای بچه های، بچه های هم دیگر کشت. چی زده این؟ خاک بر سر ما که تو این بیابونی گیری دیوونه افتادی. ترخم. شما دستاتو با چی داری خوش میکنی؟ با همه کاغذات چک نویسات. آقا اینا چک نویس نیست، اینا متناست. متنه؟ وای خدای من. آخه
کار کرد با این متن؟ نه درست میشه، درست میشه، درست شه. سب کن، سب کن. چی نوشته بودی اینجا؟ وصیت نامه. چرا آخه؟ دور از جون، خیلی زوده، اصلا نباید این کارو بکنی. چرا وصیت نامه نمی‌نویسی؟ آخه آدم تو این سن که وصیت نامه نمی‌نویسه، برای کی می‌نویسی؟ شما ازدواج کرده بودی مگه؟ موسیو، موسیو جولی، بچه مرچه هم که نداری. با من حرف بزن، با هم هر اینو ولش کن، وصیت نامه رو ولش کن، با من حرف بزن، ازره خالی شی، تخلیه شی. اگه می‌خوای از نو بنویسی موسیو، دو تا بوفر هم می‌خوای بنویسی توی همه همین چیزایی که می‌نویسی تو وصیت نامه، اونا رو به اسم من می‌زنی. به اسم من می‌زنی. آقا ازم چی داری به اسم من بزنی دیگه؟ بنویس. آره بنویس، برسد به ناصر ناشر. ناشر ناصر هم نوشتی اسکار نده. بیا کجا رو امضا کنم؟ بیا. ولی این ویکتور هوگو و همینگوی واقعا آدم های خصیصی هن. سه شبانه روز التماس میکردم اون دوچرخه فکستنیشو بده، به من نداد. سه شبانه روز در خونش خوابیدم ولی به هم نداد. خیلی کاری. آره کار زشتیه. آدم یکی ازش یه چیزی رو میخواد بهش اهدا میکنه، میبخشه دیگه. شما رو میگم. آره دیگه. یعنی من اشتباه کردم، سه شبانه روز خوابیدم. باید سرپا وای میسادم، چون که باید ایستادگی میکردم که ازش میگرفتم. هر چی داری بزن به اسم من، اشکال نداره. واقعا وصیت نامه کار درستیه. آدم لااقل میدونه تکلیفش روشن میشه. منم وصیت به مردم شهر خفه میشم. باری وصیت میکنم بعد از مرگم این پولا رو بدم بهت. اما ما مجبوریم این کار رو انجام بدیم، به این دیوونه اعتماد کنیم. جون خواهرت در خطره، چرا نمیفهمی؟ میفهمم عمو، میفهمم. ولی چیزی که این از ما میخواد میدونی چیه؟ قاچاق. میدونی قاچاق کالا چه بلایی سر این بدبختا میاره؟ تازه تازه دارن یه دونه کارگاه پارچه بافی تأسیس میکنن، اینجوری باشه که همه چی میره رو هوا. به جهنم که میره رو هوا. جون خواهرت مهمه یا این چهار تاق پارچه؟ اینو به من بگو. یعنی چهار تا تاق پارچه هست؟ با این پارچه ها میشه واسه کل جماعت چین تومون دوخت. تومون؟ اصلا من با خودش حرف بزنم. آقا بگو رئیست بیاد، میخوام با حرف بزنم. رئیس با شما کار دارن. خب ببینم تصمیمتون را گرفتید یا نگرفتید. بالاخره راهزن شما شرف داره. به 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 به، احمقین به ما توهین کرد. به به دارد، ادامه بده. به خوب راهزن یه بار کارشو میکنه تمامشو میره. اما قاچاق کالا میدونی چی کار میکنه؟ یه بلاد و بدبخت میکنه. کارگاهاشو تعطیل میکنه، جووناشو بیکار میکنه. واسه چی؟ واسه خاطر چهار تا سکه سود بیشتر. چهار تا سکه؟ گفتی چهار تا سکه؟ بس از گافید عزیزم، من فقط بابت حق واسطه گری این بار شخشخی جیرینگی 500 سکه مایه ور میدارم، حالا بقیهش هم بماند. آری داشته باش. 500 سکه؟ واقعا 500 سکه؟ آری. خاک بر سر من دل دوز، میبینی امو؟ آقا اگر نمیخواید ما فکر دیگری میکنیم. برویم. حرکت میکنیم. وایسا بینم، خواهش میکنم جای خواهرمو بگو روانیم کردی بابا، خواهش میکنم. یقی پسر منو چرا میگیری؟ یقی پسر منو چرا میگیری؟ خانم نکن خانم، یقشو ول کردم بابا، ول کنی ببینم چی میگه. رئیس اگر احتیاج به سوت زدن داری سوت بزنید، ما میاییم کمکتان. من در این وضعیت سوتم نمیاد. آخه چه داری میگویی؟ تو چی کار به من داری؟ برو کنار ببینم. رب بکش او را بکش، برادرم را بکش، برادرم را بکش، او قاچاق چیست، او را بکش. مرا بکشد، خجالت بکش، خجالت بکش، واقعا شرم بر تو. بابا بسه دیگه، دیوونم کردی. خواهش کردم ازت، خواهش میکنم جای خواهرمو بگو. خب شما برگرد سر جای تا من راه حل را برای توضیح بدم. برگرد، برو. آها برو بیشتر بیشتر. آها کنارم. آها خیلی خوب. راه حل نجات خواهرت این است. تیر تایفه 42 ما همه می رویم این زیر قایم می شویم. شما گایی رو برمیداری چی کار میکنی؟ از دروازه کهنشه رد میکنی. به شما شک نمی کن. این رو که رد کردی رفت، میبری آن خرابه هست انتهای بازار چه. آنجا دلال می آید، این را تحویل می گیرد، پول میداد، پول می گیرد، تمام می شد می رد. من آدرس رو می دهم، تمام. می روی خواهرت رو پیدا میکنی. آخه دیوونه تو، اینا رو که همه رو گفتی، باز داری تکرار میکنی؟ از اول بگو، اصل مطلبو بگو دیگه. گفت؟ من نگفتم. من گفتی بابا گفت. الان داشتی میگفتی. چه کسی نشه من رو لود؟ تو لود دادی. من فقط میخواستم که کارتان زودتر را بیفت. من مجبورم تو را بکشم. دیگر این بار تو را خواهم کش. رحم کنید رئیس. رحمی در کار نیست. رحم کنید. رحمی در کار نیست. کشتش.
خودش آقا ولش کن، آقا به خاطر ما ولش کن. آقا قبول یه دقیقه صبر. قبول کرد. تو برو، من بعدا تو را خفه میکنم. خب فقط یه چیزی باید یه کاری کنیم. چیکار خواهد بکنیم؟ بفرمایی. باید بریم دنبال عمم. دنبال کی؟ عمم. یعنی باید بریم قبلی ریزگردا، اونجا بخشه ها رو برداریم، عمم هم برداریم، با هم بیایم. اینجوری وقتی از دروازه رد شیم بهمون شک نمی کنن، راحت میریم تو. قبول؟ قبول. نازگل بانو چه کرده اید؟ آهای مدرای از کجا معلومی خول دیوونه راست بگه؟ چاره دیگه ای نداریم همه چون. البته یه همچین خول هم نیست ها، یه جوری چلانه. چلانه؟ چله؟ آره دیگه یه چل ولی با خول فرق دارم. بشتید باز که توی استاد گرگی، تو اجونو ما چی میخوای؟ تو که مگه قرار نبود بری قربا بگردی؟ برای امروز دیگر کافی است، فردا دوباره به جستجو خواهیم پرداخت. بسیار خوب، بسیار. اینها دیگر چیز، شما که داشتید میرفتید چیزی به همراه نداشتید. استاد گرگین این حرفا چیه داری میزنی؟ به جبران گم شدن نازگل یه سری خرتپرت به ما هدیه دادن، چیز خاصی نیست که. گرشا دوباره باز چه کش رفته ای ها؟ من حوصله حمله دوباره ریزگردها رو ندارم ها. ببینید آخه چی داره میگه؟ خجالت بکش استاد گرگی، خجالت بکش. من این کارم آخه؟ به این چیزا به من میچسبه، واقعا شما بگی. عمو جان چسبیدنش که میچسبه، خوبه میچسبه، ولی حالا صبر کن. جناب گرگین باور کنین این بار عمو هیچی کش نرفته، من دارم صادقانه میگم. اینا یه مش خرت و پرته، لافت و شک، ظرف، قابلمه، یه مش لباس محلیه که ریزگردا بهمون هدیه دادن. بله. پیشکش کردن. بسیار خوب. حالا یه بازرسی مختصری میدمایم. چه؟ بمیرم برات نازگلم. به جای که دنبال تو بگردم میخوام وسایل ما رو بگردم. نگاه کن تو رو خدا، ما رو ببین، جونمون رو به خاطر کیا به خطر میندازی؟ باشد بروید داخل، بروید به سلامت. از شور به درش بردن دیگه، والا به خدا. بروید برو باشد. نازگل بانو، خدا را شکر که پیدایت کردم. دستارم چرا بسته است؟ چه شده؟ چی؟ خسته نباشی با این آمدنت. خدا قوت پهله با. میدانستم همه چیزی سر توست. عمو تو دیگر چرا؟ تو چرا خام گندای شده ای؟ او آدم بیرحمی است، کارش که با تو تمام شد تو را نیز میکشد. من و جناب گندای اهداف بزرگ و مهمی داریم که تو مانع رسیدن به آنها هستی. بعد از مرگ تو دوباره به عنوان نایب رئیس نزد مردم ارج و قرب خواهد داشت. من نایب پیل بزرگ بودم تا زمانی که فرزندی نداشت. حالا که فرزند نکبتش برگشته، دیر یا زود به بهانه‌ای از شر من خلاص خواهد شد.
ولی قبل از آن من تو را از شر خود خلاص میکنم. عمو جان یک لحظه دست نگه دارید. اشتباه میکنید. پدر من همیشه از شما خوب میگوید. او همیشه میگوید عمویت وحشی بسیار خوبی است. حافظ این آخرین لحظات عمرت رو با عباطیل حرام نکن. این عباطیل نمیدانم یعنیش، اما خب حداقل حداقل نازگل بانو رو رها بکنید که برود. من که به قولم وفا کردم. نمیشود نمیشود، به خاطر اینکه او همه چیز را دیده است. آره وقتی تو را کشتم بعد او را میکشیم، در آن دنیا به وصال هم خواهید رسید. اما من نمیگذارم. محکم هم بستم، نمیشه بر کاری کنم. این نگرش تا نیفته. وایستاده بیا پایی. بیا پایی رسیدی. بیا پایی. بیا اینم خرابه. نشونی نازگل بده دیگه. یالا معطل نکن. برو نشونی نازگل بده. برادرم آمدی؟ ای بابا سو پیدا شد. برو ببینم. برو نشانی خواهرشان رو بده بروند. گناه دارن. بده برن. به تو ربطی ندارد. بچه بکنم. برو. معامله انجام می شود. آن وقت من نشانی رو می دهم بروید. یک لحظه فعلا. زود باش. درود. اینا چه هستند؟ آشنا هستند. این کیه؟ رابطه هستند. اینها را رد بنما بدون تا معامله من را انجام بنمایی. اول سکه ها را بده، بعدم بقیه کارها. رد کن بیایی. باشد، سکه ها را میدم. هی، کوهن شری، خجالت نمی کشی این پارچه های آشغال رو میاری تو شهر تولید شهر تو هبه میبری؟ میدونستی قراره تو این شهر کارگاه پارچه بافی تأسیس بشه؟ میدونستی جوانای بیکار همین شهر قراره توش مشغول بشن؟ میدونستی؟ آری میدانستم، ولی اینجا ما کارخانه پارچه بافی لازم نداریم. جوانها هم برون جای دیگری کار بنماید. صبر کن ببینم، صبر کن ببینم. این صداش آشناسا. این صداش آشناس. شما اشتباه میکنید. من هفت پشت غریبه هستم. کسی از جایش تکان نخورد. شما در محاصره اید. گرگینه. مرا میفروشی. آرزوی دیدن خالت را به گور خواهی برد. به گریزی. ساکومینا. کجا برید؟ بابا من به گرگین چیزی نگفتم. بیا. نشونی نازگلو بده. ما درود جناب داروغه. آقای اجازه بدهید من بروم. وای شویم منتظر است. نمیتوانم بیش از این توقف بنمایم. جناب بقیه شما؟ بقیه؟ ای موزمار، تو هم جزو صنف اراذل اوباشی ها؟ نه من جزو صنف مفاسد اقتصادی هستم جناب گرگین. خواهش میکنم من بعدا توضیح میدم. در وقتش برای جناب عطار توضیح خواهی داد. مفاسد اجتماعی؟ اقتصادی. الان میروی در محبس. آنجا به کارهای بد خیش فکر مونمایی. باشد قول میدم. به دستیارم بگو که دست بالات را قل و زنجیل بنمایی. بروی چشم بروی. بدرود. بدرود. کجا بقیه؟ کجا؟ گرگین ساکو مینم. مدرسه است آخه، این چه تنبیهیه؟ تو دیگر حرف نزن. شما هم همه به جرم خلافکاری محبس باید برمید. من خودم را شاکیم اومدی نمشم رو برمید. بگویم برمید. گرگین نمیخورم. برمید. گرگین دستت من داست. من رو از تو رو کن. کار داری بکنی. من قلط برمید داری. بروی من خجم آنه برمید. شهر من خاک بر سرم. خاک بر سر من. امو چی کار داری بکنی؟ بیچاره شدی. ای بای بدنم توی سرت. این چه کاری بود کردی؟ آن نبرد زنی جوون مردم رو کشتی. مجبور بودم. همه مجبور بودم. این خرس را چطور کشتی؟ آفرین آفرین. خوش آمد. آدرس رو بده. حتی من آدم رو کشم. خوارت را اینجا پیدا کن. بده من ببینم. خب حالا من میمانم و این شهر. بله دیگر آن عطار که هیچ. آن عطار که اینجور حرف می آهید. آن حکیم را هم یه لحظه. آن حکیم هم
جای تکان نخور. یعنی چه؟ پس همه اینها نقشه بود؟ فکر اینجاشو نکرده بود. ولی من خودم دیدم. خودم دم از این اینجوری زدید کشتیش. نه میگویی بیا. نکن. ببریدش. نه، مرا نبرید. من که کاری نکردم. فرزندم رو نبرید. وای او را کجا میبرید؟ نه. گلاب بانو. خب بریم دیگه. گلاب بانو. شما بروید نزد مادر عطار، کمی استراحت بنمایید. ما میرویم برای نجات نازگل. بله. نه، من طاقت ندارم. همه با هم میریم. احمد جان قربونت برم، مگه نهیدی گفت خطرناکه؟ میگه گندای اونجاست. آره. اتفاقا خودم میخوام اون گندای رو یه بار برای همیشه ادبش کنم و حسابشو برسم. بریم. برویم. باید یک مشتمال اساسی این گندای رو من میدادم. بدار. این دلخش بازی ها برای چیست؟ بگذار سرش را از سرش جدا کنم برود. نه، این اما لازم است. تا وقتی من نگفتم تو کاری نباید بکنی. باشد. درزم قلبش را من سالم میخواهم. درون این جعبه. اگر اشتباه کنی سر خود را باید درون جعبه فرو کنم. عذرخواهی میکنم، من دخالت میکنم، اما شما که عموجان سرتان داخل جعبه جا نمیشه. بعد چرا میشه؟ خوبش هم میشه. اول دماغم را میکنم. نه بعدن ببینید شاخهایتان گیر میکند یا لکوب. اصلا جوری میبرم که سرم شما درست از ریزگرد هستید. در واقع داشتم قدری زمان میخریدم بلکه کسی به کمک ما بیاید. مرده این صداقت ابلهانت هستم. صداقت ما کن آشا. عمو جان این کارا نکنید. من با پدرم صحبت میکنم و میگویم که جناب گندای شما را فریب داده است. او شما را خواهد بخشید. دیگر برای این حرفا دیر شده است. سرت را بگذار. یک لحظه دست نگه دارید جناب گندای. شما که میتوانید حافظه نازگل را پاک کنید و بگذارید او برود، از خونش بگذارید. گیرم که حافظه‌اش را پاک کنم. اون نفرت دیرینه که از اون خاندانش را دارم چه کنم؟ در هیچ راهی ندارد؟ اصلا ابدا کار را ادامه بدید. باشد سرتون بگذارم. خب یک لحظه صبر کنید، دیر نمیشود که بالاخره این کار را خواهید کرد. حالا این قدری این ور قدری آن ور. بگو بگذارید حداقل با نازگل بانو فدا کنم. باشد بانو. از روز اولی که شما را دیدم دل در گروه مهر شما نهادم و اینک بسیار خوشحالم که در واپس این لحظات عمرم با عشق شما در قلبم چشم از این جهان فرو می‌برم. عذرخواهی میکنم، من عذرخواهی میکنم، چیزی یادم رفت، باید بگویم. بانو من انقدر شما را دوست داشتم که هیچ کس هیچ وقت در هیچ کجای دنیا هیچ کس را انقدر دوست نداشته است. بدرود. من واقعا عذرخواهی میکنم. ای آرام آرام به ذهنم میآید. اینها را باید بگویم. بانو بهترین روزهای عمر من روزهایی بود که در سینما برای شما رکاب میزدم. توفه این روزگاه. زمنان من یکی بس کن، کارش را تمام کن. چه کردی احمق؟ من نبودم. چه کردیم؟ این جدا کردی؟ گردنم سر جایش هست. نازگل بانو چه میکنی؟ تمامش کن، تمام. دستهایم درد گرفت. تموم شد، قور میزنه همش. نازگل بانو ها؟ آهایتان دوباره جان گرفتند. آره پسر گندای
میدونی وقتی که میخواستم بکشنت من اصلا یادم رفت که نمیتونم را برم. تازه مخصوصا اون حرفای قشنگ که به هم زدی خیلی خوب بود. این حرفایی بود که مدت ها بود میخواستم به شما بگویم اما رویم نمیشه. آخی الان شما نازگلم قربونت بره حال خوب شدن. خدا رو شکر این زنده است. گندای رو ببین، گندای ببین زنده است. گندای مرده. این یکی خودم حساب شما. نه گلاب منو صبر کنید، تکلیف را باید پدرم مشخص کند. میگویم بیایند ببرندش. خب جنازه گندای چی کار کنیم؟ او را هم میگویم ببرند دفنش کنند. دیگر از شرش خلاص شدیم، برویم. نداره دخترم بفرمایید امی قربونت بفرمایید برویم. این نشان ویژه ریزگرد است. اگر به کمک احتیاج داشتید اون را برای ما بفرستید، هر کجا که هستید ریزگردها به کمک شما خواهند آمد. ممنون. باز هم به دیدار ما بیایید، برویم به شکار خرس. آره شکار خرس که نه، ولی برای ماهیگیری چشم حتما میای. میگم پسر گنده، یعنی پیلک جانم، باز هم ازت ممنونم بابت همه چیز. من از شما متشکرم. در واقع این شما بودید که جان مرا نجات دادید. کاش میشد همینجا بمانید. آره اتفاقا من خودم خیلی دوست دارم که اینجا بمونم. یعنی یه چیز، البته عمه جون نگران رستورانشه. بعدش هم که بعد بابت قضیه مجوزام به حال برگردیم پوهنشن. بله بعد برگردیم. امیدوارم شرایطی پیش بیاید که کلن اینجا بمانید. شما عصبانی نمیشوید؟ دادی فریادی پرخاشی؟ خب امیدوارم کلن همگی اینجا بمانید. همه با هم. بله بریم. خدا نگهدار. بدرود. مراقب خود باشید نازگل بانو. پیله بزرگ برادر تا با هوش آمده، با او چه کنیم؟ ولش کنید، او دیگر مقامی ندارد. چند نفر را بفرستید تا گندای را دفع کنند. اطاعت.